سلام سلام سلام، برنامه کتاب باز شروع شد. مهمان این برنامه نمونه موفقی از جوانان نسل چهارم هستند که وارد صنعت و هنر سینما شدند. امیدوارم در آینده شاهد موفقیت‌های بیشتر ایشون باشیم. خانم زیبا کرم‌علی، بازیگر و کارگردان فیلم کوتاه، به کتاب باز خیلی خوش اومدید. خیلی ممنونم. منم سلام عرض میکنم خدمت همه بینندگان عزیزتون و خیلی خیلی ممنونم از اینکه منو دعوت کردید به برنامه. ما خیلی خوشحالیم. بینندگان ما احتمالاً فیلم لاتاری جناب مهدویان رو دیدن که شما توی اون فیلم بسیار زیبا بازی کرده بودید، نقش آفرینی کرده بودید. فیلم کوتاه هم ساختید، درسته؟ بله، یه فیلم کوتاه کار کردم. خودتون کارگردان بودید؟ با یکی از دوستانم دو نفر بودیم، کارگردان و نویسنده، که قبل از یعنی تقریبا زمستون 98 ساخته شد که دیگه حالا به خاطر قضایای کرونا اینا تا الان پس تولیدش طول کشیده. امیدوارم بله. زودتر ببینیمش. این خیلی هیجان انگیزه که شما به عنوان یک فرد بسیار جوان، به تعبیری نسل چهارمی، مهمان ما هستید. اگر اشتباه نکنم دهه 70 دید دیگه، درست میگم؟ بله، 75. 75. بله، بسیار جوان. وضعیت مطالعه رو توی نسل چهارمی ها جوان ها چه جوری میبینید؟ بخوایم صادق باشیم، فکر میکنم خیلی خوب نیست. یعنی هم نسلای خودم، دوستان حالا و کسانی که میگم تو نسل من هستن، خیلی خوب نیست. که حالا اینم به هر حال دلایل مختلفی داره دیگه. حالا یکی از دلایل شاید حالا همون بحث کم بوده وقت و مشغله هایی که پیش میاد. اون کم بوده وقت البته یه بحث اون حالا مشغله هایی که وجود داره، چه به لحاظ حالا اتفاقاتی که مالی داره میفته توی نسل ما که خب خیلی ماها رو پر از استراب و استرس کرده، حالا چه به لحاظ تحصیلی و حالا هزار یک چیز دیگه که بچه ها کار میکنن، همزمان تحصیل میکنن و خب وقتشون خیلی با اینها پر میشه و همزمان خیلی ها مجبورن که علاوه بر حالا کاری که مرتبط با رشتهشونه، مجبورن که یک کار پاره وقت هم انجام بدن که حالا درآمدزایی براشون داشته باشه. این استراب و استرسه به هر حال بخشش واقعا باعث میشه که یکم فاصله بوده. بگیری یعنی و توی جاهای دیگه دنیا هم خیلی متداوله که کنار تحصیل کارم میکنن، ولی این لزوماً نمیتونه دلیل کم استراب و استرس فکر میکنم خیلی باعث میشه که این تشویش تشدید بشه و حالا این اتفاق بیفته. اما با این حال خب مثلا یک سری چیزها هم البته جایگزینش شده. حالا شاید ما بگیم مطالعه کاغذی کمتر شده، مطالعه کتابی که حالا بخریم و بخوایم باز کنیم و مطالعه بکنیم، ولی خب به هر حال الان فضای مجازی هم یک جور مطالعه محسوب میشه. یعنی خود من مثلا یه سری پیج روانشناسی دارم، حالا مباحثی که دوست دارم دیگه، مثلا بحث روانشناسی دوست دارم در موردش بخونم و بیشتر بدونم. خب من وقتی هر روز مثلا دارم پست میبینم، استوری میبینم در این مورد، خب این خودش یه جور مطالعه است دیگه. میبینم مثلا مقاله خلاصه شده در باب روانشناسی مثلا. بروی اون مطالب فضای مجازی هم قور و مکس میکنید؟ یعنی اینکه چون آدم کتابو خط میکشه، فکر میکنه، بعد قبل و بعدی داره، عمقی داره. منم اتفاقا با مطالعه در فضای مجازی مثل شما موافقم،
ولی یه عده میگن که نه اون عمق رو نداره. نظر شما چیه؟ آخه بستگی داره دیگه. مثلا شما وقتی یک صفحه‌ای رو دنبال میکنی که متمرکز روی یک مبحثی و مثلا میاد یک طی مثلا یک هفته یک مبحثی رو باز میکنه و در موردش توضیح میده و یک تعاملی اتفاق میفته با من مخاطبش و مثل کلاس درس میمونه یه جورایی و خب من میخونم یاد میگیرم و واقعا دیدم، یعنی تاثیرش رو تو زندگی خودم میگم. همین حالا بالاخص اشاره میکنم به بحث روانشناسی، چون خب خودم دارم بازتابش رو توی زندگی خودم میبینم دیگه، که خیلی جاها شده که بهش ارجاع دادم در مورد مثلا دوستانم یه مشکلی داشتم بهشون گفتم مثلا این طبق این مقاله، و خب دیدم یاد گرفتم از این چیزهایی که خوندم و اتفاقا تو ذهنم مونده. چقدرم خود که حالا بعد از این سفر رو به منم معرفی بکنی. حتما خوشحال میشم. به نظرتون چه جوری میشه کاری کرد که اینی که میگید معضلی که وجود داره، میگید خیلی مطالعه نمیکنن، چه جوری میشه کاری کرد که بیشتر بشه؟ یعنی شما که خودتون یه نسل چهارمی هستید، از زاویه نگاه شما چه میشه کرد؟ خب من خودم یعنی اینو تو زندگی خودم هم دیدم که وقتی یه مقدار کارام و دغدغه‌هام و درگیری‌هام بیشتر شد، مثلا همین تایمی که داشتم فیلم می‌ساختم و اینا، خیلی کمتر می‌رفتم سراغ کتاب‌های حجیم. ولی خب اول از همه این که من خیلی معتقدم به اینکه کتابخونه باید جلوی چشم باشه. دوست ندارم توی اتاق باشه. یعنی خیلی معتقدم به اینکه جلوی چشمت باشه، توی جایی باشه که بیشتر هستی و وقتی میبینی ناخودآگاه حواس میکنی که بری سراغ کتابه و یه کتابی برداری مثلا بخونی. مثلا قضا که میگن زیاد جلوی چشم نباشه. نه همون دیگه. آره دیگه. دقیقاً اینجوری. من خودم مثلا کتابخونم گذاشتم دقیقاً جلوی چشمم، جایی که همیشه هستم و ناخودآگاه چشمم میبینه و برمی‌دارم. ولی خب شاید این انتخاب یک مقدار با توجه به چیزهایی که گفتین تغییر میکنه. یعنی مثلا اگر من 2 سال پیش مثلا چه میدونم یه کتابی مثل جنایت و مکافات رو باز میکنم میخونم، الان میام سراغ مثلا مجموعه داستان کوتاه که هم کم حجمه، همین که میتونم تیکه تیکه بخونم و همین که مطالعه‌مو داشته باشم، همین که به نسبت تایمی که دارم و زمانی که اختصاص میدم نتیجه بگیرم. این خودم به نظرم یه راهکاره، همین که جلو چشمت باشه، همین که بری سراغ کتابای کوچیک‌تر. و خب هر چقدر به نظر من اون ذهن شلوغ‌تره، بهتره که کمتر آدم بره سراغ کتاب‌هایی که سنگینن، کتاب‌هایی که حتی اصلا به لحاظ موضوع و تمشون هم خیلی سنگین باشن. میشه رفت سراغ کتاب‌های ساده‌تر، کتاب‌هایی که فضای شارپ‌تر، حالا یا بگم حال آدمو خوب میکنه و شادتره، حال بهتری به آدم میده و خب طبیعتا باعث میشه که تو سراغ کتاب بعدی هم بری و بیشتر بخونی. یعنی در واقع کتابهایی رو بخونن که شوق مطالعه رو در آدم ایجاد بکنه، لذتش بره زیر دندون آدم، حس کنه این لذت رو و بعد علاقه من. البته من کوتاه باشه دیگه کتاه. که آدم فرسوده نشه، یعنی هی بری سراغ بعدی و ناخودآگاه میبینی اصلا ممکنه دفعه بعد اصلا من انتخاب بزرگتری بکنی، کتاب حجیمتری رو برداری بخونی. جنایت مکافات رو گفتین، حالا نمیدونم به عنوان مثال گفتید یا واقعا جزو کتب مورد علاقتونه، ولی به من بگین که شما از کی کتاب خوندن رو شروع کردین، با چه کتابایی رو دوست داشتید و چه جوری ادامه، یعنی در واقع یک سیر مطالعاتیتون رو بفهمین چه جوری بوده. البته جنایت مکافات رو واقعا دوست دارم. آره، آره. جدی گفتم. چقدر خوب، پس در این زمینه من و شما با هم هم عقیده. آره. و هم سلیقه. خیلی کتاب. البته واقعیتش رو بخوام بگم، اولش که داشتم کتابا رو می‌خوندم، خب کتاب معروفی دیگه طبیعتاً هر کسی پیشنهادش میده، و اولش که داشتم میخوندمش واقعا اولش خسته شده بودم، یعنی حس میکردم که خب چقدر جزئیات، چقدر چرا پیش نمیره قصه، و از یه جایی به بعد، یعنی اولش فکر میکردم چون من اصلا اینجوریم، وقتی کتاب شروع میکنم حتما باید تا آخرش بخونم، هیچ وقت کتابی رو نمیتونم نصف رها بکنم، و خب شروع کرده بودم و اینجوری بودم که این چه اشتباهی بود من کردم. و یکم گذشت، آره طولانی هم بود، و خب توی یکی از هم که خیلی درگیر بودم، سر کار بودم، سر فیلم بودم و اینا، ولی یهو دیدم که وسط کتابم و دیگه نمیتونم ولش کنم و همه جا تو کیفم بود، کتابم سنگین، قشنگ کتف درد گرفته بودم، همه جا دنبالم میبردم کتابو، که واقعا بعد دیگه خیلی بهش علاقه پیدا کردم و تا تهش خیلی با سرعت بیشتری رفتم. بسیار عالی. و خیلی دوست داشتمش. بفهمین که با چه کتابایی شروع کردی، چه کتابایی دوست داشتی، چه کتابایی تاثیرگذار بوده براتون. من کتاب خوندن و حقیقتش
بیشتر از دوران راهنمایی خیلی درگیر شدم. حالا جدای از اینکه خب خانواده هامون، مادرم مخصوصا، خب بچگی همیشه برای من قصه میگفت، قصه های کاراکترهایی که خودش خلق میکرد و تمام نکات تربیتیشو با اون قصه و اون کاراکتر نازیل برای من میگفت. نازیل؟ آره اسمش نازیل بود. چقدر جالب. آره. خیلی از نویسنده های بزرگ هستن، به خصوص تو حیطه ادبیات کودک نوجوان، که همین کاری که مادر شما کردن، یعنی در اول قصه رو برای فرزندشون گفتن و اینقدر فرزند علاقه من بوده که تصمیم گرفتن، حالا شاید هم خیلی وقتا به تشویق خود فرزندشون که بنویسن و بعد اصلا وارد این وادی شدن. چه جالب. پس شخصیتی به اسم نازیل داشتی. آره یه کاراکتری بود به نام نازیل که خب من همیشه خودم رو در قالب اون میدیدم و باورتون نمیشه انقدر تاثیر این قصه ها روی من زیاد بود که من حتی بعضی وقتا به خودم میام میبینم هنوز که هنوز، مثلا اگر مامان من تو اون قصه نازیل صحبت میکرد راجع به این که مثلا نازیل عروسکاش، یکی از عروسکاش رو گم کرده بود، عروسکش گریه میکرد و اینا، و من میبینم واقعا هنوز که هنوز نسبت به سر از عروسکام احساس دارم. نازیل یا نازیل؟ نازیل لداشت آخرش. و میگم ببین هنوز که هنوز بعد از اینکه خب این همه سال گذشته، انگار تاثیر اونها توی ناخودآگاه من همچنان برقراره و من قشنگ خیلی اوقات میبینم که مثلا ارتباطی که با حتی اسباب بازی بچه‌های دیگه میگیرم، مثلا خرابش بکنه ناراحت میشم، میگم نکنه احساس داره، بعد به خودم میام میگم اینا از کجا میاد. یعنی بخش زیادیش از اون تأثیری میاد که تو ناخودآگاه من گذاشته شده، حالا به واسطه قصه هایی که از مادرم شنیدم. و خب میگم مثلا شیوه تربیتش اینجوری بود که با قصه و کاراکتر نازیل و تقابل بین کاراکترها مثلا با من صحبت میکرد. ولی اصلی این که بخوام کتاب بگیرم دستم و کتاب بخونم توی مدرسه بود، دوران راهنمایی. دوران راهنمایی ما دوتا دوست بودیم که خیلی با هم نزدیک بودیم و اون شروع کرد رمان آوردن و یکی داد به من، من خوندم و بعد دیگه رفتیم توی این فضا. اولین بار چه رمانی بود؟ بله یه رمان ایرانی بود که خیلی همون دوران نوجوانی ما بولد شده بود، دالان بهشت بود. خیلی مود شده بود، دختران نوجوان زیاد میخوندن رمانه رو و اون زمان یادم اونو خوندم و بعد دیگه رفتیم تو فضای این که کتاب با هم تعویض میکردیم و رفتیم کتابخونه مدرسه عضو بشیم. گفتیم خب کتابمون تموم شد دیگه، همه رو خوندیم اینا که خودمون داشتیم، حالا بریم کتابخونه. کتابخونه بزرگ داشت مدرسه‌مون. یادم یه خانمی اونجا بود که گفتم یه کتاب خوب میخوام، یه دونه کتاب درآورد از گنجه مثلا بگم دانشگاهی، کتاب خیلی قدیمی بود که مثلا مال مثلا شاید 15 سال قبل از اون تایمی که من گرفتم این انتشار پیدا کرده بود، یه رمان تاریخی بود، داد دست من گفت اینو بخون، اگه دوست داشتی چند تا جلد دیگه هم داره، بعد بیا من بقیه‌اش هم بهت بدم. و اون رمان یک تأثیر عجیبی تو زندگی من گذاشت. یک پنج جلد رمانه که اینا به هم پیوستن. این رمان اولی که من خوندم جلد دومش بود، داریوش پسر ویشتاس و اثر آقای ولی محمد روستا، و الان هم اصلا کتاب نیست و خیلی دارم میخواد که کتاب رو پیدا کنم. یعنی هم این هم چهار جلد دیگهش، که جلد اولش کوروش پسر ماندانا، جلد سومش تازیانه خشایارشاه و جلد چهارمش پاسارگاد در آتش و جلد پنجمش پارتیان ظهور یک امپراتوریه. و انقدر این رمان برای من نگاه جدیدی به تاریخ بود و من هیجان زده کرد نسبت به تاریخ. پرکشش. خیلی جذاب بود رمانه و اصلا یه چیز عجیبی بود و من فکرشو نمی‌کردم که بتونم از خوندن تاریخ انقدر لذت ببرم. و من اونو خوندم و دیگه شده بودم شبیه یک آدم گرسنه‌ای که فقط دنبال اینه که بقیه جلد این کتابو پیدا کنه. از بخت بعد من دو تا جلد دیگهش بیشتر اونجا نبود و اون دو تا جلدم گرفتم خوندم و هرچی هم گشتم که بخرم بقیهش، حتی اونا رو بخرم که داشته باشم، متاسفانه پیداشون نکردم. و اون باعث شد که یه مسیر جدیدی واسه من باز بشه، اونم این که خودم رمان بنویسم و رمان تاریخی بنویسم. مگه رمان نوشتین شما؟ بله ولی هنوز نشرش نکردم، فعلا نوشتمش، بعد باز نویسی بکنم. رمان تاریخی مربوط به چه مقطعی است؟ تاریخ جایگزینه در واقع. آها. بله. دوره اشکانی، ما یک دوره بعد از دوره سلوکی تقریبا بازه 100 سال اول دوره اشکانی رو در نظر گرفتم و براش تاریخ جایگزین نوشتم. اصلا یکی از در واقع گونه هایی که خیلی
جذابه و پرکششه و تو دنیا هم خیلی پرطرفداره رمان تاریخیه که در واقع یک بخشی از تاریخ رو میگیرن و دراماتیکش میکنن و با شاخ و برگ و کمی اضافه کردن، کم کردن و با در واقع وفاداری به اصل تاریخ. این نوع از رمان خیلی پرطرفدار است. شما برای که این رمانو بنویسید تاریخ زیاد خوندین؟ بله دیگه، از همون تایم من خیلی رفتم توی اینکه رو هر چی رمان تاریخی که والا اون تایم در مورد ایران باستان بود و سعی کردم پیدا کنم. تاریخ الان بله به اونم میرسم. بعد اونا رو خوندم، بعد رفتم سراغ خود حالا کتابای تاریخ. خب تو مدرسه‌مون خیلی نبود، خب یه تایمی تو مدرسه بودم فعلا سعی می‌کردم بخونم فقط، تا حالا تو دوران دانشگاه نوشتمش. اون موقع مثلا می‌خوندم، بعد رفتم دانشگاه، تو کتابخونه دانشگاه یه سری کتاب بود، کتابای آقای پیرنیا بود و یه سری کتابای تاریخ دیگه که بود، هرودوت بود و یه چیزا، هر چیزی که پیدا می‌کردم. میتونم بپرسم چه رشته تحصیل کردی؟ من سینما کارگردانی. سینما. بله. و اگر اشتباه نکنم جزو رتبه ممتازم بودی، درست؟ بله، اصلا همین تاریخ خوندنه باعث شد به نظرم. چرا؟ من درس تاریخ خوندنم خیلی بالا زدم. رتبتون سه رقمی بود؟ نه، یک رقمی کشور. یک؟ هشت کشور بودم. آره ماشاءالله هشت کشوری. بله. چه ربطی به تاریخ خوندن داشت؟ خب یه مبحثی ما داریم توی کنکور هنر که اصلا کلا که کنکور هنر، حالا بچه‌ای که کنکور هنر داده باشن میدونن دیگه، سوالاتی که از منابع آزاده توشون خیلی زیاده. بله. و خب یه دانش کلی شما نیاز داری دیگه برای اینکه تاریخ هنر رو خیلی خوب زدی. تاریخ هنر بالاترین درصد کشور 76 بود، من 75 زدم. آره اون سال، و خیلی خودم هم بهم کیف داده بود، قشنگ اینجوری بود. الان منم خیلی کیف کردم، حتما بیننده هام خیلی کیف کردن. حالا که اینقدر مکیف شدی، قبل از که برم سراغ بقیه سوالا، بفهمید که چای میل دارین یا دمنوش؟ چای. چون تا حالا اکثر مهمونای ما وقتی فکر میکنن میگن دمنوش، من تا یکی فکر میکنم میگم دمنوش. چه جالب. چشم. مرسی، ممنونم ازت. خانم کرم‌علی، فرمودین که رتبه 8 کنکور سراسری بودید و کتاب تاریخی میخوندین و رمان تاریخی نوشتین. و نویسنده‌های محبوبتون چه کسانی بودن؟ داستان‌های محبوبتون چه رمان‌ها یا کتاب‌هایی بوده؟ نویسنده محبوب که کلا من همیشه با این که یک نفر رو بخوای انتخاب بکنی، 10 نفر رو بگی. آره نه، آخه میدونین اصلا بحث نفر نیست، بحث شخص نیست، بحث اثره. مثلا شما میتونی بگی من تیمار دوست آثار مورد علاقه آره. شونو بفرمایید. من مثلا میتونم بگم که من واقعا عاشق رمانای تاریخی ام دیگه، این فکر کنم مشخص شد تا الان. چند تا رمان تاریخی که دوست داشتین به ما معرفی میکنین غیر از اون 5 جلدی که گیر نمیاد؟ ممکن البته گیر بیاد الان نمیدونم، ولی تا آخرین بار که پیگیر کردم نبود. یه رمان دیگه هم خوندم به نام آتوسا که فکر میکنم نویسندش خانم هلن افشار. بله. اون هم به نظرم رمان جذابی بود. بعد ولی خب کلن رمان تاریخی، مخصوصا حالا من میگم بیشتر به سمت ایران باستان که بخوایم بریم، خیلی کم داریم، کم نوشته شده. حالا بعد ببینیم دلیلش چیه و نمیدونم واقعا چرا خیلی نرفتن سراغش. حالا یکی دیگه هم البته از دلاوران پارس که من اون رمانم خیلی دوست داشتم، 93 هم من میدونم تا 93 حداقل چاپ شده، شاید هنوزم چاپ شده باشه. دیگه بیشترشون دیگه خارجی. آره خارجی، یعنی تو ایران خیلی داشتیم. گفتیم آثار محبوبتون. آره کامو رو من خیلی دوست دارم، اتفاقا یکی از کتاباشم که خیلی محبوبم آوردم اینجا که معرفی بکنم، مخصوصا چون مناسبت هم داره. میخواین صحبتشو بکنیم؟ بله بله. آره. اول به دوربین ما نشون میدی؟ آره. لطفا کتاب تاون آلبر کامو. بله. که این ترجمه ای آقای حسن کاظمی یزدی. حسن کاظمی یزدی. بله. البته این ترجمه های دیگه هم داره، ولی منم این ترجمه رو خیلی دربارش و خیلی مناسبت داره دیگه. یعنی من مناسبتش چیه؟ این بحث، من یادم قبل از عید که حالا کرونا خیلی توی چین خیلی خبری شده بود و اینا، تصویرهایی که از کشور چین و بعدها حالا از کشورهای دیگه میدیدیم از اون
سکوت و خلوت شهر رو، اون در واقع سکوت خلوت ترسناک شهر رو میدی، من خیلی یاده تصاویر و حال و هوای تاون میداخت. در دوره کرونا یکی از کتابایی که بیشتر از همه کتاب، دو تا کتاب خیلی خونده شد در دوره کرونا، دو تا کتاب بود که همه کتاب فروش ها میگفتن خیلی اومدن و خریدن و خوندن، یکی تاون کامو بود و یکی کوری جوزه ساراماگو، چون هر دو هم به قول شما مناسبتی داشت، انگار یک اتفاقی که داشت شهر رو و کشور رو و منطقه رو در بر میگرفت، آدم احساس همزاد پنداری میکرد. و خب بسیار این رمان خوندنیه. وقتی که یک کتابی رو میخونین مترجمش براتون مهمه یا نه؟ من بیشتر میخونم یه چند صفحه از کتابو، واقعیتش رو بخوام بگم، و وقتی ببینم با اون ترجمه از با اون ترجمه آها. ارتباط گرفتم انتخابش میکنم. یعنی دنبال این نیستید که به پرسوجویی بکنید که مثلا کدوم ترجمه؟ سعی میکنم این کار بکنم، ولی خب این برای موقعیه که از پیش مثلا تصمیم میگیرم برم فلان کتاب رو بخرم آها. و اونو دقیقاً میگم خب این. ولی بعضی وقتا مثلا من یادم تو اون موقعی که رفتم کتابخونه چند تا کتاب دیگه میخواستم و تا اونم خریدم و دوست داشتم که حالا اینم دوباره کنار کتابم داشته باشم، و خب بیشتر شروع کردم به خوندنش، صفحه زدم دیدم خب ترجمه خوبیه و خریدمش. کلن آدمی هم که خیلی درگیر اسم نمیشم، بیشتر ترجیح میدم که حالم با اون اتفاق خوب باشه. آره. پس کامو رو دوست دارید و تا اون میشه بقیه کتابایی که آوردیم حالا که دارین معرفی میکنیم. آره، معرفی این کتاب هم کتابی که احتمالا خیلی خوندن و شاید خیلی معرفش کردن و حرف زده باشین ازش، ولی بازم دوست داشتم معرفیش بکنم چون خیلی دوست داشتم. رو به دوربین اگر ناتور دشت، ناتور دشت سلینجر. بله. که باز با ترجمه های متعددی در بازار. بله. کتاب هست. و که فکر کنم حالا نمیم صحبت بکنیم در موردش. چرا نکنیم؟ بله حتما. آره، ناتور داشتم در مورد هولدن کالفیلد فکر میکنم اسمش اگه درست تلفظ بکنم. یک نوجوان یاغی که در مسیر با این بحران نوجوانی که این بچه داره تجربه میکنه همراه میشیم، و این رمان هم برای من خیلی جذاب بود چون هم به شدت قلمه جذابی داره، همین که کلن تعامل آدمه با اتفاقات اطرافش برای من خیلی ویژه است، نوع نگاهش با آدمهای اطرافش. و یه رمانی بود که مال یه جوری انگار قرن 20 بود، انگار مواجهه با دنیای مدرن، این بیگانه شدن با خیلی از مفاهیم قبلی و تعریف دوباره خیلی از مفاهیم توی ناتور دشت، که اصلا الان دیگه یه اثر کلاسیک محسوب میشه. اینقدر اثر مهمیه واقعا خوندنش میکنه، و یه طنز خیلی خیلی شیرین و بسیار تلخ. و اصلا کلن برخورد این کاراکتر پسرمون با آدم خیلی بدیه، یعنی نوع نگاهش به همه آدم ها که آدم لذت میبره که با این نگاه داره همراه میشه و داره از دریچه چشم یک پسر نوجوان داره با جهان رو میبینه، و این برای من خیلی و همین اثر رو خیلی شاخص میکنم. کتابی که در ایران و جهان برای خواننده هاش خیلی تاثیرگذار بوده. هم ایران و هم جهان، و جزو کتاباییه که باز برای شروع مطالعه میتونه خیلی کتاب خوندنی باشه. بعدی مثل این که مال اریک امانوئل اشمیته. بله، این کتاب هم کتاب به نظر من ویژه‌ایه. زمانی که یک اثر هنری بودم. بله، اریک امانوئل اشمیت، مترجمان فرامرز ویسی و آسیه حیدری. من از این راست رو بخواهیم نشون نیماجه درسته؟ بله فکر میکنم. نه افرازه. بله. دلم میخواد فکر میکنم آره پشتشو دلم میخواد بخونم براتون چون خیلی جمله جذابیه. چه کسی هرگز تصور نکرده که به یک شی تبدیل شود، یا حتی شی ستایش برانگیز؟ این قراردادی است که هنرمندی غریب با مرد جوانی که بر لبه ناامیدی گام میزند میبندد. هنرمند که هوسی جنجالی در سر دارد پیشنهاد میکند جوان را که هوس زندگی در دل دارد تبدیل به یک اثر هنری کند. در نهایت چیزی برای از دست دادن وجود ندارد به جز آزادی یک نفر. و این کتاب یک تمثیل خیلی جذابی از خود زیستن به نظر من، یعنی خود محدوده اختیار آدمی و حالا این ارتباطی که بین مخلوق و خالق رخ میده. و خیلی کتاب عجیبیه، خیلی خیلی عجیبه، یعنی شما اولش متصور نمیشی که بتونی با یک چیزی که یک آدم رو و اسمش هم مثلا عوض میشه و میشه اسم کاراکتر هم ازش، حتی اسم آدم رو ازش میگیره و تبدیلش میکنه کاملا به یک چیز دست ساخته، و تو باور نمیکنی که با یک مجسمه داری همراه میشی و
این رو تا آخر پیگیری میکنی و این تمثیل خیلی چقدر برام خوشحال کننده است که یک بازیگر جوان از نسل خیلی خیلی جوان اینقدر اهل مطالعه است. اینقدر خیلی باید بیشتر بخونیم البته واقعا. ایشالله. رابطه تون با ادبیات کلاسیک ایرانی چطوره؟ تو اینجا بچه بدیم. اهلش نیست. دوست دارم. قدم اول برداشتم راستشو بخواین. چیه قدم اول؟ گلستان حافظ خریدم، تازگی خریدم که گذاشتم جلوی کتابخونه تو قفسه اول که ششمم ببینتش که برم بخونم. بعد اگر شروع کردین سخت بود میخواین چیکار کنین؟ نه آدم نیستم که ول کنم، اگه شروع کنم دیگه شروع میکنم دیگه. آدم با همین تلفن همراهش کافیه یه جستجوی کوچیک بکنه. آره میشه واقعا پی گرفت، یعنی آخه فکر نمیکنم واقعا اونقدر پیچیده باشه. نه آره چون به هر حال که خوندیم باش مواجه شدیم پیچیده نبوده. پس گلستان و حافظ گرفتی؟ اصلا بیشتر و مثنوی رو از یکی از دوستام البته قرض گرفتم که ببینم حالا با کدومش میتونم بیشتر سریعتر شروع بکنم. ولی خب آره اینجا بچه بدی بودم که این کار نکردم واقعا. نه خیلی هنوز راه طولانی داره. خیلی حس میکنم باید زودتر از اینا آدم بره سراغشون. ولی خب معمولا نمیدونم چرا کلن یکم حتی رمان‌های ایرانی حتی یعنی چیزایی که خودمون داریم بعضی وقتا از سمت خودمون خیلی محجور واقع میشه، یعنی فراموش میکنیم بریم سمتشون، انگار جاهای دیگه برامون ارجحیت داره. مثلا رمان خارجی اسم میگونیم برامون افت کلاس اگه بریم سراغ رمان های ایرانی. بعضی وقتا دیدید بعضی از آدم های مدلی مدل مواجهشون و حالا من اینجوری نیستم واقعا، ولی خب دیگه تنبلی کردم نرفتم. نه میگم راحت. قبل از که بقیه کتابا رو معرفی کنید بفرمایید که تا حالا پیش اومده که کتابی رو دوبار بخونید؟ بله بوده، کتاب خیلی بوده. آره خیلی، یعنی اینقدر علاقه من یادتون رفته یا اینقدر دوستشون داشتم که دوباره خوندم؟ خیلی دوستشون داشتم. یادتون نمیره معمولا؟ چرا اتفاقا داشتم همین الان یه لحظه فکر میکنم این کتابو که برداشتم همینو دیدم که قصه اولش یادمه، مسیرش یادمه، کاراکتراش یادمه و فکر کردم دم پایان قصه یادم نمیاد و خیلی برام عجیب بود این مسئله. 20 صفحه شو بخونی یادتون میاد و بعدش هم تازه یادتونم نیاد اثرش رو گذاشته. آره و اثرش رو گذاشته. عجیب بود، گفتم من چرا اینقدر این رمانو دوست داشتم و چرا پایانش الان یادم نمیاد. و فیلم اینجوری نیست ولی انگار رمانی اتفاق میفته، ولی نمیدونم خیلی برام جالب بود این که الان فکر کردم دیدم انقدرم از این رمان هیجان زده شده بودم و خیلی هم دوستش داشتم و حتی به خیلی معرفیش کردم و یه لحظه به ذهنم رجوع کردم گفتم خب چند صفحه آخر قصه چی نوشته بود؟ من مادرم کتابا رو که میخوند کتابم نسبتاً خوب میخوند، بعد خیلی وقتا داشت یه کتابی رو میخوند وسطاش که مرسی میگفت اه من تازه الان دارم میفهمم این کتاب رو خوندم، 200 صفحه دوباره خوندم، یعنی اینقدر. بعد اول کتابایی که میخوند مینوشت خواندم که بعد یادش باشه اینو خونده. همه کم و بیش همه فراموش میکنن، مهم تأثیریه که تو روح و جان آدم میذاره و اون گذاشته میشه قطعا. این اصلا به نظر میاد چه مثبتیه ها که با الان که دارم بهش فکر میکنم به نظر میاد چیز مثبتیه. شما دوباره بخونه؟ آره انگار که یعنی یه چیزیه که هر بار میتونی با هیجان بری سراغش. مثلا الان من اگر این کتابو انقدر دوست دارم و میدونم رمان خوبی، حالا الان پایان قصه یادم نیست احتمالاً دوباره جذب بشم برم یه بار دیگه از اول بخونم. خانم کرم علی میشه خواهش کنم بقیه کتابایی که آوردین هم معرفی بکنی؟ اون ستای دیگه آره درست، ستای دیگه بیشتر کتابای آکادمیکن. باشه. آره چون من به واسطه حالا اینکه داشتم فیلم میساختم و اینا این تایم بیشتر سوال کتابا آکادمیک میرفتم. کتابای دانشگاهی ان، کتابای آموزشی ان. آره بله آموزشی ان. برای فیلم نام نویسی کتاب حالا فکر میکنم داستان و بارها احتمالا بهش اشاره کرده باشین. بله تو برنامه بارها و بارها داستان رابرت مکی ترجمه آقای محمد گذرآبادی و انتشارات هرمس و بارها گفت. بله داستان که دیگه به قول یکی از اساتید دانشگاه ما میگفتش که اون دیگه با
باید کتاب پایتختیتونه، باید همیشه موقع خوابی به صفحه‌شو بخونه. هر کسی بخواد چه فیلمنامه بنویسه، چه بخواد قصه، چه رمان، هر چیزی، واقعا کتاب داستان رابرت مکی منبع برای همه مهمه، مهم و بی‌نظیر واقعا. بله، این کتابم با آناتومی داستان آناتومی داستان جان تروبیه. بله، که این کتابم با ترجمه، معمولا کتابای خوب فیلمنامه نویسی آقای محمد گذرآبادی ترجمه میکنن دیگه، و این کتاب هم خیلی کتاب خوبیه به نظرم. برای ناشرش هم میفرمایید؟ ناشرش آوند دانش. آوند دانش. بله. بله بله، آوند دانش. و این البته از این انتشارات چند تا کتاب سینمایی دیگه هم منتشر شده که اونا هم خیلی خوبن، حالا تو کار بازیگردانی هم منتشر شده ازشون که اونم کتاب خوبیه. پس این کتاب برای فیلمنامه نویسی میتونه خیلی، آناتومی داستان. بله, بله. یه کتاب دیگه هست برای اونایی که فیلم کوتاه میخوان بسازن. چقدر عالی. خیلی کتاب خوبیه، فیلمنامه کوتاه از ایده تا، از مفهوم تا تولید، از دان گرسکیس، ترجمه حسین فراهانی این یکی. بله. و اینم خیلی کتاب خوبی بود. بذار انتشاراتش هم بگم. انتشارات چل نه ببخشید عذر میخوام بذارید انتشاراتش هم بگم. انتشارات سوره مهر. بله. این کتابم برای کسایی که میخوان فیلم کوتاه بسازن خیلی کمک کننده است و تقریبا همه ما که سراغ ساختن فیلم کوتاه میرفتیم از این کتاب یه جوری کمک میگرفتیم، حالا تو بخشای مختلفش. و البته کتابای دیگه هم هست تو این فضا، ولی خب این خیلی کتاب روون و کاربردیه. یه کتابی هم هستش که سفر کارگردانی، البته روش نوشته کارگردانی فیلم‌های بلند داستانی، اما خب فکر میکنم برای بچه های فیلم کوتاه میشه لطفا به دوری نشون بدیم. این کتاب سفر کارگردان انتشارات مینوی خرد. مینوی خرد و نویسنده مارک تراویس. بله. و این کتاب هم خیلی کتاب خوبیه، یعنی به نظرم برای کسانی که باز میخوام فیلم بسازن اینا خیلی کمک کنن. اصلا نیاز نیست همه شو آدم بخونه دیگه، اینا کتابای آموزشی هن و میشه تو هر مبحثی که میخوایم بهش ارجاع بدیم. خیلی ممنونم از کتابایی که معرفی کردید، خیلی ممنونم که هم کتابای آموزشی، فیلمنامه نویسی، ساختن فیلم کوتاه و کارگردانی برامون آورده بودین، هم درباره رمان‌های تاریخی صحبت کردید و هم کتابای مورد علاقتون رو به ما معرفی کردید. خیلی ممنونم که اینقدر کتاب خونید، خیلی ممنونم که اینقدر پیگیرید و صحبتمون یه ذره به درازا کشید. ما معمولا به مهمان برنامه سردیس یکی از بزرگان رو اهدا میکنیم. اینقدر صحبتها شیرین بود که دیگه وقتمون گذشت. اگر اجازه بدید من سردیس رو بعد از تموم شدن برنامه تقدیم حضور شما میکنم. امیدوارم ما تو فصلهای بعدی هم باز میزبان شما باشیم و رمانتون چاپ شده باشه، فیلمتون دیده شده باشه و هم درباره فیلمی که ساختید هم درباره رمانی که نوشتید صحبت کنید. خیلی ممنونم. مرسی. ممنونم از شما. من از شما خیلی خیلی ممنونم. سلامت ارادت. سلام علیکم. سلام. حال شما؟ خیلی. میتونم بپرسم اسمتون چیه؟ نفس. نفس خانم کلاس چندمی؟ امسال اول بودم دارم میرم دوم. ماشاءالله به شما. این ایام کرونا باعث شد که کتاب خونتر بشید یا بیشتر وقت بذارید برای مطالعه؟ نه کتاب خون نیستم اصلا. اهل کتاب خوندن هستی؟ نه نیستی. فیلم رو ترجیح میدم به کتاب. فیلم رو ترجیح میدید. مامان بابات برای کتاب هم میخونن؟ بعضی از شبا که مثلا خوابم میبره مامانم برام میخونه. آفرین. کتاب دوست داری؟ متوسط. یه سری کلمات هستن که لغت بیگانه هن که تو زبان فارسی وارد شدن و بعضا هم به وجود میاد که ما تو زندگی ما روزمرهمون ازش استفاده میکنیم. شما چطوری از این کلمات زیاد استفاده میکنید تو محاورتون؟ خب طبیعتا استفاده میشه دیگه، چون عامیانه است استفاده میشه. استفاده نشه خیلی بهتره. حتما. کلمه اول لول. ل بل. خب پشت سر خارو بتونم که دارم به تو میرسه. آره. خب لیول چی میشه؟ سطح میشه تقریبا. خیلی عمالی. یه تقریبا نه کاملا. بله. کلمه بعدی پلن. پلندم ارزم واقعا نمیدونم پلن چی میشه. پلن
خب بخوای معنیش شما راهنمایی کنی. کلمه بعدی ویو. بنویسیدش برامون. تو اگه مثلا این برنامه نباشه یا مثلا ما نبودیم الان کدوم اینا رو بیشتر استفاده می‌کردی؟ معادل فارسیشون یا معادل بیگانه‌شون رو؟ فارسیشون رو بیشتر استفاده می‌کردی. دمت گرم. من یه زوامثل بهتون میگم، لطفاً بنویسین معنی یا مفهوم اون زوامثل رو برام بنویسین. خواب زن چپه. خواب زن چپه یعنی این که واقعیت نداره. بله. خب معنیش چی میشه؟ خواب زن چپه معنیش میشه که هر چیزی رو ببینه برعکسش اتفاق میفته. حتما خانوما رو میگی؟ یعنی خانوما یه خواب ببینن چپه؟ خواب زن معمولا این معنی میده. خانوما خانوما شما رو چیز نکنی کرد. خانوما رو تو اچن نندازی. من چه میخوام بره خونه. خواهش میکنم. خسته نباشی. من یه گچ بردارم. خب کلمه اول لول ست هم به شما هم به خانواتون تبریک میگم. درسته؟ دومی پلن برنامه یا برنامه ریزی درسته. ویو هم که یه واب براتون گذاشتیم که میشه نما، منظرم هست. ببین خواب چی نوشتی؟ زن چپه. خب خواب زن چپه. زن یعنی گمان. این که میگن خواب زن چپه، این زن اون زن نیست، زن گمانه با زن. آها بله نمیدونستم. این خواب زن چپه. حالا معنیش متوجه شدم. این معنیش یعنی که اصلا این خوابی که دیدی از رو بدگمانیه. بله بله. معنیش تعبیر نمیشه. بله. درست. من فکر کردم زن میگی. خب واب ناخوانا داره. اینم زن نیست. اشتباه شده که اینجوری میگن. خواب زنه یعنی گمان. آها. خواب زن چپه یعنی خوابی که بر اساس بدگمانیه. تعبیرش درست از آب در نمیاد. من به خانومتون که انقدر کمکتون کرد و حمایتتون کرد 20 میدم. بله. به خود معجزتون 18 میدم. اشکالی نداره. کتاب با زیبا است. مرسی نفس عزیز. خانم مصطفی زاده سلام. سلام. ارادتمندم. خیلی خوشحالم که در این برنامه میزبان شما هستم. منم خوشحالم که در خدمت شما. امروز درباره چی صحبت میکنیم؟ امروز میخوام با یه اتفاقی شروع بکنم که توی خونه ها خیلی رخ میده. بین اونایی که بچه دارن خیلی اینو میبینن. خیلی اتفاق میفته که بچه ها و مامان ها با هم مثلا سر یه موضوعی درگیر بشن. مثلا ما میریم سراغ بچه‌مون، بهش میگیم که این اتاق تو جمع کن، چقدر این اتاق به هم ریخته است. آدم مثلا بدش میاد این اتاق رو نگاه کنه، جای راه رفتن توی این اتاق نیست. ما خودمون چه اینا رو همه رو گفتیم، همه رو حفظ. بچه میگه که اتاق من مرتبه، چی کارش داری؟ اتاق من همین جوری خوبه. بعد میگه که خب نه، این که جاش اینجا نیست. میگه چرا؟ اتفاقا این جاش همینجاست. خیلی وقتا این ماجرا به یه تنش ختم میشه. این داستان تمام زندگی من بوده. زندگی بیشتر آدم هست. ما هم اینا رو داریم خونم. بله همیشه. یعنی الان این که میگم بیشتری ها میگن آخ آره ما هم. مادرم همیشه داشت به من میگفت، منم میگفتم نه این اصلا اینجوری درسته. یه نظمی توش وجود داره. که متاسفانه نبود، ولی خب من چون میدونستم هر چیزی کجاست میگفتم یه نظمی وجود داره. نکتهش همینه که خب چه اتفاقی داره میفته؟ از نظر من بچه من داره تنبلی میکنه، حال نداره جمع بکنه و چون جمع نمیکنه، اولا که منظره مثلا اون تیکه خونه رو خراب کرده، بعد یه عالمه از وسایلش گم میشه، فردا صبح که بخوایم پاشیم بریم بیرون آخرش اون جورابه رو پیدا نمیکنه. آخر الامر شما این که باید تمیز کنی. آخرش حتما یه روز من بالاخره کلافه میشم و خودم میرم اونجا رو جمع میکنم. بچه هم میگه که خب این یه حریم شخصی برای منه، مامانم اصلا چرا نظر میده راجع بهش. ما هر کدوم داریم از این ماجرا، از این اتاق کثیفه که حالا کثیف از نظر ما، از اون اتاقی که داریم میبینیم، هر کدوم یک برداشتی داریم. بعد وارد گفتگو میشیم
من دارم فکر کنم این بچه من ببین چه بهانه هایی میاره برای از زیر کار در رفتن. این بچه از الان میخواد اینجوری از زیر کار در رو بار بیاد. من نباید بذارم این بچه‌م اینطوری بشه. بچه‌م داره میگه که خب من اینجوری دوست دارم، مامانم فکر میکنه من باید مثل اون زندگی بکنم و میخواد از الان هی به من زور بگه. من باید به مامانم بفهمونم که من اینجا صاحب اختیار خودم. حالا تو دوره نوجوانی اینا خیلی رخ میده که من اینجا رئیسم، من باید حرف زندگی خودم رو خودم باید برش تصمیم بگیرم. یک اتفاق ثابت داره میفته، ولی ما دوتا چیز مختلف میبینیم. یکی از راه‌های جذاب حرف زدن درباره این اتفاق‌های مشترک و برداشت‌های متفاوت اینی که یک کتابی خونده باشیم درباره این موضوع و بعد به بهانه اون شروع کنیم بیا بگو تو الان برای من چی داری میبینی؟ تو از این اتفاق چی میبینی؟ کتاب اولو ببینی با هم؟ بله. همه آنها یک گربه دیدند. نویسنده و تصویرگر برندن ونزل، مترجم کیوان عبیدی آشتیانی و ناشرش هم انتشارات فاطمی. کتاب کودک نوجوان انتشارات فاطمی. این کتاب رو نشر پرتغال هم زده، اون هم ترجمه خیلی خوبی داره. چقدر تصویرهاش هم خوبه و چشم نواز. اصلا تصویرها مهمن. شما الان ورق بزنید، این گربه رو موش داره میبینه. این گربه ایه که یه گربه ای داره رد میشه. بله. خب موش گربه رو ترسناک میبینه. حالا صفحه بعد کی چجوری گربه رو میبینه؟ همون گربه رو. آهان. زنبور داره میبینه. زنبور گربه رو اینجوری. حشرات چون این چشمای مرکب رو دارن و تصویرها رو یه وقتی حالا اینا یه بخشیش هم حتی علمیه دیگه، حالا هر کدوم چه شکلی میبینن. گربه قدم زنان در جهان گشت میزد با سپید. حالا دوباره گربه داره میره. هر چند صفحه یه بار اینو تکرار میکنه. بله و اینجا یه پرنده گربه رو اینجوری میبینه. زاویه دیدو میبینین چقدر فرق کرد؟ بله. بعد مثلا جاوید. میگه یه کک گربه رو دید. ککی که توی موهای گربه زندگی میکنه. یاد اون شعر مولوی افتادم. که فیلی رو میارن که تا به حال کسی فیل ندیده بوده و یه جایی توی در واقع شبستان نگرش میدارن و میخوان مردم علما بیان و ببینن این حیوانو. همون موقع برق میره، یعنی برقی نبوده، نور از بله چراغ خاموش میشه. هر کی میاد به یه جای فیل، اونی که به پا دست میزنه میگه که این مثل ستون میمونه، اون یکی به این گوشهای فیل دست میزنه میگه که این باد بزن میمونه، اون یکی به خرطوم فیل میگه اینه نمیدونم عصا میمونه، اون به آج فیل. و بعد مولوی میگه در کف هر یک اگر شمعی بودی، اختلاف از گفتشان بیرون شدی. همه دارن درست میگن، ولی هر کسی اون زاویه‌ای که خودش تجربه کرده و داره میبینه رو فکر میکنه کامل اون موجوده. حالا واقعیت اینه که حتی اگر در کف هر یک چراغی هم بودی که اونجا روشن میشد، بازم زاویه دید آدم ها و حتی چیزی که درک میکنن ازش. یه کسی به صدای اون فیل ممکنه حساس باشه، یه کسی مثلا پوستش رو ببینه، بسته به این که تو چه چیزهایی برات مهمن. من و بچم اگر داریم راجع به اتاق دعوام کنیم، داریم یه اتاق رو میبینیم، چراغ هم روشنه، هممون هم داریم همه چیزو میبینیم، ولی زاویه دیدمون با هم فرق داره، ارزش هامون، اولویت هامون با هم فرق داره، علایقمون فرق داره، سلایقمون فرق داره، اصلا متفاوت داریم فکر میکنیم. از فیلترهای رنگی متفاوتی دنیا رو میبینیم، در انچه دنیا یه رنگ دیگه ای برای ماست. بامزگی این کتاب چیه؟ من این کتاب با بچه‌م میخونم. اول اینکه این کتاب پر کشفه. هر صفحه که ورق بزنی این ببین چه شکلی داره میبینه، چرا اینطوری میبینه. خب اون مثلا موشه میترسه از گربه، معلومه موش این یعنی خطر، انگار که داره به چشم خطر اینو میبینه، براش گربه یه چیز وحشتناکه. در حالی که صفحه بعد میبینیم مثلا پرنده داشت میدید، چقدر چیز توپولی نرمی بود. شما به طور متوسط روزانه چند ساعت تو خونه برای نرگس خانوم و مریم خانوم کتاب میخونی؟ دختره من هر دوشون سواد دارن و خودشون خیلی بیشتر کتاب میخونن. نمیدونم روزانه چند ساعت، ولی کتاب جدیدی که میخریم خیلی پیش میاد که بیا اینو با هم بخونیم، بیایید حالا مثلا اینو یه کتاب جدید خریدم، بیاید بخونیم ببینیم چیه. یا یه وقتایی با باباشون یه کتابایی میخونن که شاید ما یکم رده سنیش بالاتره و میخونن و با باباشون شرح میدن و
راجبش حرف میزنن، مثلا حتی یه وقتایی اینو میخونن، بعد میرن نقشه میارن رو نقشه میبینن، بعد میرن مثلا یه کتاب تاریخی میارن اینجا ببین این اتفاق افتاده. اگه شد یه بار برام توضیح بدین، این سوال همیشگی منه که شما وقتی که سرگذشت مثلا 3-4 نسل پیشو میخونین، خیلی ها میگن که ما وقتی که بچه بودیم، کوچیک بودیم، برامون شاهنامه میخوندن، گلستان میخوندن، بوستان میخوندن، حافظ میخوندن، نمیدونم نظامی میخوندن. آیا واقعا امروز روز میشه بر بچه هایی که اینقدر دوروبرشون پیرامونشون چیزایی هست که مختص سن اونا درست شده، هم شاهنامه خوند، گلستان خوند، یا نه الان دیگه سخت شده؟ میخواین توی برنامه آره یه بار اصلا باید مفصل راجع به این که کلاسیک کارو چطوری بخونیم، آثار کلاسیک بر بچه حرف بزن. خیلی چون خیلی حرف داریم راجع بهش، نظریات مختلفی هم وجود داره. خیلی خیلی عالی میشه. برم کتاب بعدی؟ بریم کتاب بعدی. این کتابو اول من توضیح بدم. بله. من اینو که می‌خواستم بیارم کتاب فروشا بهم گفتن برای چی می‌خوای اینو ببری؟ چون از چند تا کتاب فروشی گشتیم دوبالش. گفتم بابا چرا داری اینو می‌بری؟ دفعه پیشم یه کتاب از نشر نظر معرفی کردی. کتاب چاپ نشده بود مدت‌ها و میان دنبالش پیداش نمی‌کنن. کتاب هنر بود، هنر برای کودکان یادتونه؟ بله بله. این کتابم باز مال نشر نظره. نشر نظر کتاب خوبی داره ولی نمیدونم چرا انقدر حساسیت به خرج میده در تجدید چاپ کتاب. متاسفانه خیلی به سختی پیدا میشه. ولی کتاب بسیار خوبیه. گفتم من میارم، امیدوارم که متحول بشن یه تکونی بدم و چاپش بکنن. واقعا دوباره نگاه کن. مردی بر تپه ایستاده است و باغ خود را تماشا میکند. ولی آیا این تمام تصویر است؟ به داخل کتاب نگاه کن، شاید از چیزی که میبینی تعجب کنی. این اینجاست و بعد حالا ما میریم و ببینیم این مرد چه چیزهایی رو دیدیم چیه؟ عوض میشه. مدل موی یه خانوم اون در دوره، حالا مثلا یه دوره های اشرافی اروپایی به خصوص حالا فرانسه مد بود که موهاشونو اصلا مثل یه مجسمه چیزایی روش درست میکردن. این حالا داره دوره های هنری و تاریخی مختلف رو توضیح میده. خیلی وقتا نقاشی های خیلی معتبر دنیای هنره، یه گوشه ایش رو انتخاب میکنه و بعد اون نقاشی رو شرح میده. قسمت جذابش، اون چیزی که من به خاطرش این کتاب رو انتخاب کردم، همینه که خب ما داریم یه چیز رو میبینیم، از همون نقاشیه داریم میبینیم، ولی وقتی ورق میزنیم میبینیم ما فقط یه تیکه کوچولو رو دیده بودیم، همون ماجرای فیله. ما فقط پاشو دست زده بودیم، ما فقط آجشو دست زده بودیم، بابا کل چیز دیگری بوده. کل ماجرای ما با بچه هامون توی حرف زدنمون خیلی وقتا اینطوریه که ما داریم فقط زاویه خودمونو میبینیم، اون زاویه خودشو. این خیلی کمک میکنه که آدم برای قضاوت هم حواسش باشه، که خیلی وقتا تو مسائلی که داره قضاوت میکنه، داره ناراحته، داره یکی رو سرزنش میکنه، باز یک بخش ماجرا رو میدونه. و سن آموزش دادنش خیلی بهتره که همین کودکی باشه. یاد بدیم که ببین این دیدی با هم حرف زدیم، تو فهمیدی من چه مثلا مشکلی با اتاق تو دارم، منم فهمیدم تو چی، تو دلت استقلال میخواست باشه، خودت اونجوری که دوست داری جمع کن، من از تو میپرسم تو بگو کجا بذارم مثلا. حالا داریم راه حل فرضی پیشنهاد میکنیم، ولی من بفهمم اون چه نیازی داشته توی این فضا، اونم بفهمه که من چه نیازی دارم. خب حالا بیایید یک توافق برسید. بله بسیار عالی. خب فاش دیوانه که باید بیاریم از این ورم ببینیم. تصویرگر تونی راس، نویسنده جین ویلیس، مترجم معصومه انصاریان، انتشارات کانون پرورش فکری کودکان. این هست خدا رو شکر. بله میفرمودید. خفاش دیوانه هم ایدهش خفاشیه که سر و تهه، همه چیز رو داره اونوری تعریف میکنه. میگه خب الان مثلا بارون میاد پاهای من خیس میشه، بعد میگن وا بارون میاد که کسی پاش خیس نمیشه، سرش خیس میشه. بعد میگه که مثلا کوه، میگه کوهونه که یه دامنه ای توی بالا داره، یه قله ای تو پایین داره دیگه. بعد میگن نه بابا تو، بعد فکر میکنن دیوونه است و میرن سراغ حالا اون دانای جنگل که معمولا جغده، که بیا ببین این چی داره میگه. و بعد اون بهشون میگه که خب شما هم سر و تهشین، حالا ببینید دنیا از شکلی اون چه شکلیه. این هم باز از اوناست که مامان جای من الان جای تو نیستم، بذار بیام جای تو فکر بکنم. یه چیزی رو یادم رفت، هی یه 15-20 باری بهم گفتن رده سنی کتابا رو بگو. بله. کتاب اول گربه رو دیدن، همه آنها یک گربه دیدن که اصلا برای همه سنینه، یعنی از فکر کنم 3 سالگی هم میشه برای بچه ها خوند و تا 93 سالگی هم میشه لذت بود. این برای بچه بزرگتری، پایان دبستان تا مثلا نوجوان.
و اینم برای از خردسال میشه براشون خون. بله. سه چهار سال به بالا. و کتاب آخر از این طرف نگاه کن، نویسنده و تصویرگر آقای علی خدایی، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان. یادتونه یه کتاب از علی خدایی آوردم که با شونه و قیچی و اینجور چیزها یه شکلایی درست بله، میکرد؟ بله، بله. این آقای علی خدایی چند تا کتاب اینطوری دارن که خیلی خلاقانن توی تصویرهاشون، و اینم یه تابلوییه که هر کس خودشو وسط اون تابلو شلوغ تشخیص میده، هر کی خودشو میبینه. یه تابلوییه که و تو هر صفحه معلوم میشه که تو چیو داری میبینی. مثل عکس که خیلی وقتی دارن یه عکسی که تعداد زیادی آدم ایستادن، معمولا آدم دنبال خودش اول خودشو نگاه میکنه، به خصوص اگه بخواد ببینه خودش خوب افتاده. بله بله. من دلم میخواد این کتابا رو یه بهانه کنم برای اینکه گفتگو با بچه‌ها به بهانه کتابخونی رو با هم یاد بگیریم. یکی از چیزایی که روش‌های کتابخونی زیادن، یعنی ما به روش‌های مختلفی میتونیم برای بچه‌ها کتاب بخونیم. توی فصل پیش یادمه کتاب بیدیو آوردیم و مبتنی بر تصاویرش کتاب رو یه بار خوندیم با هم دیگه. میخوام ازتون اجازه بگیرم توی برنامه آینده یه کتاب بیارم بخونیم و مبتنی بر، حالا ما بهش میگیم تفکر نقاد، همه اون چیزایی که با هم حرف زدیم، فکر کردن درباره فکرهامون، این رو با هم تمرین بکنیم، یه بار با هم اجرا بکنیم و یاد بگیریم که چجوری با بچه ها کتاب بخونیم و چه گفتگویی بعدش بکنیم که منجر به پرورش فکر بچه ها چی ماشه. بهتر از این، من از همین الان منتظر برنامه بعدی هستم. سلامت بشید. خیلی خیلی متشکرم، چقدر کتابای خوبی بود، چقدر مثل همیشه حرفاتون دید و بینش میداد برای رفتار کردن با بچه‌ها و بچه‌هامون. بازم ازتون ممنونم. سلامت. و خدا نگهدار شما باشه.